الهی به امید خودت نه به امید خلق روزگار. سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای اقتصادی ساعت 12 دوشنبه اول مهر ماه. 35% پزشکان کارتخوان خود را ثبت کردند. مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سفاری سازمان امور مالیاتی گفته که طبق فراخوان صورت گرفته تا شب گذشته 35% کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی ثبت شده. علی رستم‌پور درباره میزان ثبت نام کارتخوان پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی گفته که طبق آخرین آمار مربوط به 31 شهریور بالغ بر 26 هزار پزشک تا موعد مقرر در اطلاعیه‌های سازمان کارتخوان خود را ثبت کردند. مدیر کل دفتر تنظیم مقررات نظارت بر برون سفاری سازمان امور مالیاتی گفته که بر این اساس تا این تاریخ 35% جامعه پزشکی مشمول فراخوان ثبت نام به تکلیف قانونی خود عمل کردند و از ظهر روز گذشته یک شنبه تا پایان همان روز هم حدود 4000 پزشک کارتخوان خود را در سامانه به ثبت رسوندند. خبر بعدی، آغاز پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از 3 مهر. قیمت بلیت افزایش نمییابد. مدیر عامل راه آهن گفته که پیش فروش بلیت های قطار اربعین از ساعت 10 روز 3 مهر آغاز میشه. سید رسولی گفت که از 15 مهر تا 30 مهر روزانه 54 رام قطار در این مسیر خواهیم داشت. او با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای جمهوری اسلامی ایران و دفاع مقدس گفته که امسال راهن مثل سالهای قبل ستاد اربعین تشکیل داد و آماده جابجایی زائران اربعینه. پیش فروش بلیت قطارهای فوق‌العاده اربعین هم از ساعت 10 صبح روز 3 مهر به صورت اینترنتی و به صورت فروش در دفاتر سطح کشور آغاز میشه. خبر بعدی، ابهامات انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی. شورای عالی آمار گفته که فقط آمار مرکز آمار رسمیه. بعد از انتشار کلیات آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اختلاف نظرها درباره مرجعیت انتشار آمار در کشور یه بار دیگه بالا گرفت و جزئیات منتشر نشده مصوبات شورای عالی آمار هم مؤید محدودیت انتشار آمار از سوی بانک مرکزیه. هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی بدون انتشار جداول مربوطه جزئیاتی از رشد اقتصادی فصل بهار 98 رو مطرح کرد و این گزارش حاکی از بازگشت رشد به بخش غیر نفتی اقتصاد کشور بود. اما انتشار آمار رشد اقتصادی بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی از سوی سازمان برنامه بودجه ادامه یافت و این سازمان هم آمار مربوط به رشد بخش صنعت رو به اطلاعات قبلی اضافه کرد. اما مرکز آمار ایران معتقد در ماده 3 قانون مرکز آمار ایران مصوبه 1353 صراحتاً تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها از وظایف مرکز آمار ایران و گفته اگر این آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی با آمار تهیه شده در مرکز آمار ایران که در اوایل پاییز منتشر میشه تفاوت داشته باشه، این درست نیست و چالش ها در این زمینه و در مربوط به آمارهای دوگانه بالا میگیره. خب، یک فساد دیگه، این دفعه فساد در واردات موبایل. 30,000 گوشی تلفن همراه غیر فعال شد. رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران جزئیات از غیر فعال شدن 30,000 موبایل که به صورت غیرقانونی رجیستر شده بودند رو تشریح کرده. مهدی محبی اشاره کرده به ماجرای ورود چند هزار گوشی موبایل مسافری با اطلاعات پاسپورت افراد دیگه و گفته که در حال حاضر به دلیل مغایرت اطلاعات گوشی‌های مسافری وارد شده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، 30,000 گوشی موبایل غیر فعال شده. رئیس این اتحادیه گفته که این تلفن‌های همراه عمدتاً از مرداد ماه به بعد وارد شدن و غیر فعال شدن این تلفن‌های همراه فروشندگان گوشی‌های موبایل رو با مشکل مواجه کرده. صحبت‌های رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران بود. خب، بریم سراغ خبر بعدی. باز هم قیمت مسکن، افزایش 82.2%
قیمت مسکن و 29.1% اجاره بها در بهار 98. زمین هم 148% گران شد. مرکز ملی آمار ایران اعلام کرده که متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیربنای مسکونی مسکن در بهار 98 نسبت به بهار 97 رشد 82.2% داشته. بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی 148%، متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیربنای مسکونی 82% و متوسط مبلغ اجاره 1 متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور 29% در بهار 98 نسبت به بهار 97 افزایش یافته. متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 3,325,000 تومان با میانگین مساحت 265 متر مربع بوده که نسبت به فصل قبل 16% و نسبت به فصل مشابه سال قبل 148% افزایش یافته. بگذاریم بریم سراغ خبر آخر. حذف آزمایشی یارانه نقدی 200,000 ایرانی ثروتمند. زاره گفته که یارانه فقرا باید زیاد بشه. سخنگوی ستاد یارانه تبصره 14 از حذف آزمایشی یارانه 200,000 تن از افرادی که توان مالی بالایی دارند خبر داده. حسین میرزایی سخنگوی این ستاد در برنامه تیتر امشب گفته که به 2 دلیل تاکنون برای حذف یارانه پردرآمدها اقدام نشده، که یکی اینه که داده‌های مناسب در کشور وجود نداشته و یکی دیگه هم اجتناب از حساسیت‌های اجتماعی که ملاحظه زائقه مردم رو می‌کردن. اما وقتی اقدامی به نفع کشور باشه باید شجاعانه عمل کرد. وی گفته که الان اطلاعات کافی برای شناسایی پردرآمدها وجود داره و در حال حاضر حساسیت اجتماعی کافی بین مسئولان و مردم و رسانه‌ها برای لزوم اجرای قانون حذف یارانه نقدی پردرآمدها ایجاد شده. رحیم زاره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با مرور سرگذشت یارانه و بی‌اعتنایی دولت‌ها به فراهم کردن دولت الکترونیک گفته که باید در سنجش و اجرای آزمون وس بیشتر دقت بشه و نباید دنبال حذف یارانه افراد با درآمد پایین باشیم. او گفته که ترس مسئولان از حذف یارانه نقدی ثروتمندان زشت بوده و میزان یارانه نقدی فقرا و مشمولان کمیته امداد باید افزایش پیدا کنه تا عدالت یارانه‌ای محقق بشه. آقای میرزایی سخنگوی ستاد یارانه تفسیر 14 هم گفته که برای کاندیداهای حذف یارانه نقدی پیامک ارسال میشه و معترضان حذف یارانه نقدی باید با شماره 0216369 تماس بگیرن. درباره برآوردهای میزان حذف یارانه هم گفته که برآورد دقیقی نداره و چیزی حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان میشه. البته آقای ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفته بودن که 800 هزار تن یارانشون قطع میشه، ولی حالا سخنگوی ستاد یارانه ها میگه که 200 هزار تن. این وسط 600 هزار تا رو حالا ما نمیدونیم چی شد. روز و روزگارتون خوش. ساعت 12:30 بخش عکس و مکس.